سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. یه نکته مهم همین اول شبنامه بگم، از امشب میخوایم تلاش بکنیم که بخش انتهای شبنامه رو به پیام‌های شما اختصاص بدیم. پیام‌ها رو حتما بخونیم که صحبت‌های شما هم به نوعی در شبنامه انعکاس پیدا بکنه. نکته مهمتر، پیج رسمی شبنامه در اینستاگرام فعالیت خودش رو شروع کرده، چون میدونم خیلی از دوستان زمانی که پیج از دسترس خارج میشه یا دوستانی که میخوان ویدیوهای رسمی ما رو ببینن اما در پیج‌های مختلف دارن دنبال میکنن و کلافه میشن و پیج از دسترس خارج میشه، اینا کلافه تر میشن. برای این دوستان یک فضای تخصصی تری رو راه انداختیم که اینجا صرفا این ویدیوها داره بازنش میشه و درخواست هم این هست دوستان دیگه که ویدیوها رو بازنش میدن اگر براشون امکانش هست این رو اطلاع رسانی بکنن توی استوری هاشون، توی ویدیوهاشون اطلاع رسانی بکنن که مخاطبین اونها هم اطلاع پیدا بکنن، بتونن با صفحات جدید ما آشنا بشن، چون ما بخش قابل توجهی از صفحاتمون در اینستاگرام از دسترس خارج شده. خب در دولت حسن روحانی بخشی از این اتفاق به لطف عده‌ای در داخل رخ میداد، اما بعد از اومدن دولت جدید ما همچنان صفحاتمون داره حذف میشه. شاید برای شما جالب باشه که ماجرا چیه. من اخیرا متوجه شدم که یه سری از پیج‌های انقلابی مخالف واکسن کرونا این درخواست ریپورت صفحات ما رو دادن. خب ما استقبال می‌کنیم و مخاطبی هم که دنبال کننده ما بوده این رو حتما میدونی که ما همیشه در ویدیوهامون به خصوص شبنامه ها تلاش کردیم مخاطب رو دعوت بکنیم که اگر موافق واکسنی، اگر مخالف واکسنی، اگر موافق طب سنتی هستی، موافق هر چیزی که هستی، از شیوه رفتاری خود کمک کن که بحران کرونا مدیریت بشه. یعنی سعی کردیم وارد این بحث نشیم، سعی کردیم بحث موافقت یا مخالفت واکسن کرونا رو بهش ورود نکنیم، ولی به هر جهت یک عده زیر تیتر پیج‌های انقلابی این کارو کردن، یعنی پیج‌های انقلابی مخالف واکسنی که صفحات رو برای ریپورت گذاشتن و از دسترس خارج کردن. ببین نکته که من میخوام بگم چیه. ببین ما همواره در داخل کشور خودمون و در داخل جریان‌های حامی ایران از عده‌ای ضربه خوردیم که این عده ناآگاه هستن. شما یک مجموعه مردمی هستی، با هزینه خودت، با توان خودت، با کمک مخاطبت اومدی یه پیج رو انداختی رسوندی به 60,000 تا در اینستاگرام. در اینستاگرام که شما میدونید به خاطر آوردن اسم فرمانده شهید ایران یه پیج حذف میشه. حالا شما هی باید هزینه بکنی، وقت بذاری، پیج رو بندازی و واقعا این کلافه کننده است. من به شخصه انرژی خودم و تیمی که دارم با هم کار میکنم تو این مسئله داره میره. حالا شما زمانی که متوجه بشی یک جماعتی از داخل جریان انقلابی به اسم موافقت یا مخالفت با واکسن دارن اقدام میکنن در جهت حذف این صفحات، خب شوکه میشه دیگه. ببین یعنی دقیقاً همون کاری که صهیونیست‌ها دارن در اینستاگرام انجام میدن، اینا نقش مکملش رو دارن انجام میدن. یعنی بازی خرابکن‌هایی هستن که وسط این میدان هنوز اهمیت مسائل رو درک نکردن. خب این خیلی غم انگیز و خیلی تاسف آوره. دوست داشتم این موضوع رو با شما در میون بذارم و دوست داشتم یک بار به این موضوع فکر بکنیم. من یه وقتایی میبینم که رفقا دعواهای بینشون اتفاق میفته، این دعواها رو به شدت حیثیتی دنبال میکنن و توی این دعواهایی که دارن انجام میدن هر کدوم دارن تلاش میکنن که بفهمونن به طرف مقابل که حق با خودشونه. ببین وقتی دعوا این شکلی شد بین دو تا رفیق و وقتی دعوا این شکلی شد بین دو تا همفکر و وقتی دعوا این شکلی شد درون یک جریان، به یه سوال فکر بکنید. اگر اون سوال رو تونستی پاسخ بدی، اون سوال به شما کمک میکنه که بفهمی الان داری بازی رو درست انجام میدی یا نه. و اون سوال اینه، توی دعواهاتون و توی جزئیاتی که سرش با هم دیگه دعوا دارین به این فکر بکنید که کلیتی که داره اتفاق میفته به نفع تفکرتون یا نه. اگر کلیتی که داره اتفاق میفته به ضرر تفکر شما هست، شما بفهمید که مسیری که داری میری غلطه. یعنی شما داری جزئیاتی رو درست کنار هم میچینی. من توی دعوای بعضی دوستان میبینم طرف برای مثال در منطقه خودش همه چیز رو در کنار هم دقیق چیده، ریش هم داره، حزب اللهی هم هست، بعد خروجی تقابلی که راه انداخته، خروجی دعوایی که راه انداخته داره ضربه میزنه به تفکری که ازش پیروی میکنه. من این بخش از صحبتام میخوام با یک نکته جمع‌بندی بکنم و اون نکته اینه. ببینید اون چیزی که داره اتفاق میفته رو یه بار میخوام براتون ترسیم بکنم. فکر نمیکنم مخاطب من در صداقت ما شک داشته باشه. برای راه انداختن تک تک این صفحات ما ساعت ها زحمت کشیدیم و شما میدونید تیم های سایبری طرف مقابل ساعت ها تلاش میکنن این صفحه حذف بشه، صدای ما قطع بشه. یک صدایی که داره تلاش میکنه در مقابل سعودی اینترنشنال ها و امثال اینا یک تحلیل متفاوت ارائه بده، این صدا حذف بشه. اگر در درون جریان انقلابی گروهی باشن که به خاطر فهم ناقصشون از مطالب ما، یعنی این طرف فهم نکرده ما چی گفتیم یا به هر دلیل دیگه به این جمع‌بندی رسیدی که مثلا این صفحه حامی ایران و این صفحه انقلابی رو باید حذفش بکنم، باید برم یه کاری بکنم که ریپورت بشه، باید تلاش بکنم که از دسترس خارج بشه، اگر همچین کسی همچین اقدامی داره انجام میده، او باید بدونه که در قبال کاری که داره انجام میده مسئول ها. چون من میدونم رفقای از این دست به چیزی به نام آخرت اعتقاد دارن دیگه، ان شاءالله اینا اعتقاد دارن. چون مسئولی ها ما برای ثانیه به ثانیه این صفحه ها دونه دونه این فالوورها داریم تلاش میکنیم که تو این جنگ سایبری نابرابر ایستادگی بکنیم و بیسیم کنار پرچممون. خب اگر همچین اقدامی انجام میشه این اقدام خیانتکارانه است. بگذریم بریم سراغ صحبت خودمون. من بخشی از صحبت امروز آیت الله خامنه ای رو میخوام برای شما بخونم که الان خوش فوق العاده است. صحبتی که انجام دادن به بهانه دیدار با پرستارها و خانواده شهدای مدافعان
مدافعان سلامت، مدافعانی که در بحران کرونا جان خودشون رو از دست دادن، و میطلبه که من دوباره یادآوری بکنم اگر موافق واکسن هستین، اگر مخالف واکسن هستین، اگر پیرو طب سنتی هستین، از هر روشی که داری در زندگی شخصی خودت و در جامعه برای مدیریت بحران کرونا استفاده می‌کنی، نمی‌دونم پروتکل رو رعایت می‌کنی، هر کاری که انجام میدید این رو تلاش بکنید جدی‌تر انجامش بدید که ما در نوع خودمون و در جایگاه خودمون ادای احترام خودمون به این شهدا و خانواده اینها رو انجام داده باشیم، شهدای مدافع سلامتی که واقعا این سالها برای ما زحمت کشیدن. ایشون بخش ابتدای صحبتشون به نظر من بیشتر ارائه یک تعریف بود از بانوان، ارائه یک تعریف بود از واژه زن. ایشون در ابتدای صحبتش میگه که ما در تاریخ یک بانوی رو سراغ داریم، یک زنی رو سراغ داریم که این شخص با رفتاری که از خودش نشون داده اثبات کرده که با وجود تلاش‌های کوته فکران گذشته و غربی‌های مستبد برای تحقیر زنان، میشه یک نگاه دیگری به بانوان داشت. اشاره میکنه به حضرت زینب و یک نکته میگه خیلی جالبه، میگه که اون چیزی که در زندگی ایشان رخ میده این بوده که او یک صبر و تحملی رو از خودش نشون میده. اشاره داره میکنه به اون ماجرایی که در روز عاشورا رخ میده و شهادت عزیزان این حضرت، میگه که ایشان یک صبر و تحملی رو اونجا از خودش نشون میده. بعد از این صبر و تحمل با خردمندی و تدبیری که از شخصیت او بروز پیدا میکنه، یک میدان نبرد به شیوهی روایت میشه که اون کسانی که خودشون رو فاتح میدان میدونستن، خود اونها میان عذرخواهی میکنن بابت اقدامی که انجام دادن. یه نکته خیلی برای من جالبه و اونم این است که داره به بحث مقاومت و ایستادگی حضرت زینب بیشتر اشاره میکنه، اون هم تو جمع کسانی که خانواده شهدا هستن. بعد براشون مثال میزنه، میگه ایشان در تحمل شهادت 18 نفر از عزیزانش ایستادگی کرد، بعد تلاش کرد که با رفتار مدبرانه تاریخی خودش یک تعریف متفاوتی رو از واژه زن به نمایش در بیاره. این قسمت از صحبتشون از نظرم خیلی جالبه. ایشون میگه که اون چیزی که رخ داد این بود که حضرت زینب با روایت خودش، روایت تاثیرگذاری که از ماجرای کربلا مطرح میکنه، و روایت دشمن غالب میشه. این بحث داره مطرح میشه به خاطر اینکه ایشون در ادامه میخواد بگه که ما در این حوزه باید کار انجام بدیم و در مواردی ضعیف عمل کردیم. مثال میزنه، میگه واقعیت جامعه، تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 42 سال اخیر روایت های حقیقی هستن که ما باید روش تمرکز بکنیم. بعد میگه اونجاهایی که ما روش تمرکز نکردیم، دشمن اومده روایت خودش رو ارائه داده. دقیقاً اون چیزی که الان ما اینجا داریم میخونیم ماجرای جنگ روایت ها هستا، ماجرای جنگ روایت هایی که بعضی ها ساعت ها وقت میذارن بتونن این رو در حوزه رسانه تبیینش بکنن، توضیحش بدن. خیلی به زبون ساده داره جنگ روایت ها رو توضیح میده. بعد یه مثال میزنه، این مثال خیلی جالب، میگه که برای مثال در ماجرای لانه جاسوسی ما تولید محتوای در خصوص انجام ندادیم و کار هنری نکردیم، طرف مقابل آمریکایی ها اومدن ساختن. داره اشاره میکنه فیلمی که آمریکایی ساختن در خصوص لانه جاسوسی و تسخیر سفارت آمریکا، اصلا ماجرای یک جور دیگری روایت دادن. و نکته مهمش از نظر من اینجاست که ایشان در ماجرایی که داره روایت میکنه، از هنر به عنوان یک ابزار برای پیروزی در جنگ روایت ها داره یاد میکنه. اینکه تو بخوای جنگ روایت ها رو ببری صرفا با تولیدات رسانه‌ای و ارائه تحلیل و یادداشت و توییت و اینا شدنی نیست. یک گروهی باید پشت سر تو باشن، اونها بتونن کار تولید محتوای حرفه‌ای ارائه بدن. اینجا اشاره خودشون رو به این قضیه دقیق‌تر می‌کنن، میگه که هنرمندان مسئول و متحد به میدان بیایند و این سرمایه عظیم فرهنگی را در قالب انواع هنرها به نمایش بگذارند. حالا این هنری که داره میگه، اول اشاره می‌کنه به حماسه پرستارها، میگه که حماسه پرستارها باید اول روایت بشه، بعد واقعیت‌های دفاع مقدس، جنگ و امثال این چیزهایی است که در صحبت خودشون بهش اشاره می‌کنن. این بحث بنظرم خیلی مهمه، موضوع هنر، موضوعی که خیلی‌ها ازش غافلن. باز یادآوری می‌کنم، من در ویدیوهای قبلی گفته بودم الان در جامعه مذهبی ما و در جامعه انقلابی ما خیلی‌ها نسبت به همین بحث موسیقی و هنرمندهایی که در این حوزه میان و تلاش میکنن که موسیقی انقلابی ارائه بدن غافلن. من مثالشو بارها گفتم، مثال معروف و مطرحش حامد زمانی، شما خیلی اسمی الان ازش نمیشنوی، اون موقعی که بود کار موثر انجام داد، یعنی موسیقی رو به عنوان یک ابزاری ازش استفاده کرد که شما اخیرا دیدید یمنی ها در پیشروی کشان ازش استفاده کردن. اون موسیقی که یمنی داشت در خودروهای تسخیر شده سعودی پخش میکرد صدای حامد زمانی بود. رهبر مملکت این رو متوجه شده که آقا شما اگر میخواهی فاتح میدان باشی، باید هنر رو در بحث جنگ روایت ها واردش بکنی، باید تلاش کنی از ظرفیتش استفاده بکنی. متاسفانه عده این سوی میدان هنوز اهمیت این ماجرا رو نفهمیدن. آقا این که میگی نفهمیدن، یعنی مثلا داری یک جست مخالفی میگیری که محتوا جذاب باشه؟ خیر، نگاه بکنید، من باز یادآوری میکنم، حامد زمانی الان فعالیتی نمیکنه. حتی شما فرض بگیر آقا اصلا کلا دیگه نمیخواد بیاد تو حوزه موسیقی، 4 نفر در درون جریان انقلابی نباید پیدا بشن یک تقدیری از این شخص داشته باشن. ما اصلا دیگه نه انتظار داریم شما وقت بگذاری برای ما، نه کاری داریم، فقط میخوایم تقدیر بکنیم ازت، دمت گرم، این مدتی که وقت گذاشتی میخوایم ازت تقدیر بکنیم. اون جاهایی که در جامعه شما میبینی کار جلو نمیره، اون جاهایی که میبینی که اهداف محقق نمیشه، در حوزه نظامی هدف محقق میشه، به خاطر اینکه اون کسانی که میداندار هستن روحیه جهادی دارن، پشت سر ایشان هم دارن بازی میکنن.
جاهای دیگه متاسفانه شما شاهد این هستین که با وجود اینکه خیلی هم ادعامون میشه، اما در زمین ایشان بازی نمی‌کنیم. نمونهش رو میگم، او به عنوان رهبر جامعه داره تاکید میکنه، حتی من در ویدیوی مربوط به دفاع مقدس هم که به شما ارائه دادم ایشون تاکید کرد و گفته یه واژه‌ای هست به نام سرباز ایرانی در حوزه هنر، این رو به تصویر بکشید برای دنیا. او داره تاکید میکنه که هنر وارد جنگ روایت‌ها بشه و متاسفانه این سوی میدان همه، حتی یاران او هم از این ماجرا غافل هستن. اگر اجازه ای من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم، چند تا از پیام‌های شما دوستان عزیز رو میخوام بخونم. اول یک پیام خیلی مشتی میخوام بخونم از یک دوست عزیزی در جمهوری باکو، برای اینکه حالتون خوب بشه نوشته که سلام تلگر عزیز، بنده همون کسی هستم که بهتون گفته بودم متولد و بزرگ شده جمهوری جلیل آذربایجانم، دلتون اصلا نشکنه چون فرمایشتون در مورد النگ‌های جمهوری باکو کاملا منطقی و صحیح بود. متاسفانه بعضی از دوستان هنوز تورگشون تعصب باطل قومیتی هست، حرف اونا ارزشی نداره چون نه از لحاظ اسلامی نه از لحاظ جغرافیایی منطقی نیست. ما شما رو دوست داریم و حتی در برنامه یوتیوب خودمون از سهله جنوالی استفاده می‌کنیم. سلام، خیلی مخلصم، برام باعث افتخاره که رفقای مشتی و آدم حسابی مثل شما مطالب ما رو می‌بینن، هرچند ما نکته خاصی برای گفتن نداریم. سلام گرم ما رو به رفقای عزیزتر از جانمون در جمهوری باکو برسونید، بگید که ما همیشه براشون دعا می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که ایشالا همشه پرچمشون بالا باشه و بتونن در لحظه سرنوشت ساز اون کار مؤثر رو برای پرچم مشترک و هدف مشترکی که تعریف کردیم انجام بدن. من پیام بعدی رو می‌خونم. دوست عزیز نوشتن که من دل خوشی از حکومت ندارم، بود و نبودش هم برای من فرقی نداره، ولی امیدوارم اگر در سالهای گذشته سلاح حسین نساختن هر چه سریعتر بسازن، اصلا معنی نداره طرف مقابل اتمی باشه بعد بهت بگن تو سلاح اتمی نباید داشته باشی. دوست عزیزی هم آقای محمد در پیامش زیر ویدیوی مربوط به ژنرال صهیونیست گفته که آقای تلگر شما از کجا میفهمید که ژنرال صهیونیست این حرفا رو زده؟ لطفاً منبع خبر رو در توضیحات ذکر بکنید. ببین، منبع خبر رو من در خصوص همین ویدیویی که شما گفتید گفتم که هارتس این رو گفته، ولی حتی من یه پله عقب‌ترم رفتم، یعنی برای مثال وقتی یک گزارش می‌خونم از یک اندیشکده، شما بارها این رو دیدید، نمیگم این کار زشته بلکه با تاکید انجامش میدم، میگم این گزارشی که دارم می‌خونم ترجمه شده است در سایت اصلاح طلب انتخاب نیوز، من دارم از اونجا برات می‌خونم. یا برای مثال این گزارشی که می‌خونم این گزارشی است که مثلا سایت مشرق نیوز منتشرش کرده. شاید خیلی‌ها مثلا به این که نه این حرکت قشنگ نیست، این که بیایم به منبع اشاره بکنیم چون مشخص میشه که گزارش ترجمه شده است، ولی من فکر می‌کنم برعکس خیلی مهمه، رفتن زحمت کشیدن ترجمه کردن. من اینجا بهش اشاره می‌کنم و بعد حالا نکات خودم رو هم روی گزارش اونها ارائه میدم. تو همون فایل صوتی فکر می‌کنم به منبعش هم که هارتس هست اشاره کرده بودم، ولی خب دیگه اگر انتظار داشته باشیم که منبع خبر لینکش اونجا قرار بگیره، فکر می‌کنم دیگه خیلی کار مرسوم نیست و رسانه‌ها هم اگه دقت بکنن همچین کاری رو انجام نمیدن. پیام بعدی رو می‌خونم. این پیام یکی از دوستان هست که خارج از کشور زندگی می‌کرده، زیر یکی از ویدیو نشون نوشته که من فکر می‌کردم که خارج از کشور بهش هست، روز اول که اومدم خیابون فهمیدم پامو توی کدوم جهنم گذاشتم. راضیم توی ایران توی یک نقطه دور افتاده زندگی کنم، ولی توی جهنم مثل آمریکا و اروپا زندگی نکنم. خدا رو شکر که هوای این مملکت رو استشمام می‌کنم با تمامی مشکلات، خدا رو شکر. اگر اجازه بدین من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم. اگر احساس می‌کنین این روند خوبه که انتهای ویدیو به پیام‌های شما پرداخته بشه، باز هم یادآوری بکنید تا به یاری خدا این موضوع رو ادامه بدیم. خیلی مخلصیم، وقتتون بخیر.